در اعتراض به سرکوب مردم زحمتکش بلوچستان و کشتار سوختبران بلوچ، تظاهراتی علیه جمهوری اسلامی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی دانمارک کوپنهاگ برگزار شد و از علی آزاد، از فعالین و سازماندهندگان این تظاهرات می‌خوایم در این باره توضیحات بدیم. بله، با درود به شما و همه رفقای عزیزی که امروز در این تظاهرات شرکت کردند، علی‌رغم اینکه هوا سرد و به اصطلاح با ویروس کرونا مواجه بودند، دوستان آمدند و در این شرایط با مردم زحمتکش بلوچستان، با مردم خانواده داغداران و جنبش اعتراضی مردم بلوچستان اعلام همبستگی بکنیم. اومدیم بگیم که ما در این سر دنیا دلمون برای شماست و در کنار شما هستیم و صدای اعتراض شما هستیم. ما میدونیم که مردم محروم امکان وسیع و گسترده ای را ندارن که بتونن حرف خودشون و مطالبات خودشون رو در جوامع بین الملل در مناطق مختلف به اصطلاح اطلاع مردم برسونن. در نتیجه ما این جمعی که امروز اینجا بوده، نه تنها در رابطه با این مسئله ما امروز اینجا تظاهرات کردیم، گرد همایی داشتیم، بلکه همواره در نشست‌های مختلف در جاهای مختلف در رابطه با ظلم و ستمی که رژیم جمهوری اسلامی، اساسا نه فقط جمهوری اسلامی بلکه قبل هم همین شکل بوده، اون شکلی که به عنوان ستم ملی هست، اون شکلی که به عنوان نوعی تبعیض و بی‌حقوقی علیه مردم هست و ما سعی میکنیم در مجامع بین المللی در جاهای مختلف مطرح بکنیم و اعلام همبستگی بکنیم با درد و رنج مردم بلوچستان و سراسر ایران، به خصوص کسانی که در این رابطه، چه سوختبر چه کولهبر، چه کسانی که در این رابطه جانشون از دست دادن، ما در کنار خانوادهشون هستیم و امیدواریم که این جنایت بدون مکافات نباشد و هرگز فراموش نمی کنیم. سپاس از همه شما عزیزانی که امروز اومدید و در این اکسیون شرکت کردید. برای حمایت از مردم بلوچستان و سوختبران بلوچ که توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران قتل عام شدند در مرز سراوان، تظاهرات امروز برای حمایت از مردم بلوچستان و سوختبران بلوچ در بلوچستان هست که جمهوری اسلامی ایران سالهای زیادی هست ظلم ستم بر مردم بلوچ و مردم اون منطقه روا می‌دارد. سالیان درازی هست که مردم در وضعیت بسیار بدی به سر می‌برند. از ماجرا زمانی آغاز شد که تعدادی زیادی از سوختبران در نقطه صفر مرزی برای انتقال سوختشان به بلوچستان شرقی آماده بودند. دو روز این سوختبران را در اونجا نگه داشتند. آب و غذایشان تمام شد و مرز را باز نکردند و در آخر به طرف سوختبران رگبار بستند و تعدادی زیادی از سوختبران را به خاک و خون کشیدند و تعداد زیادی را هم دستگیر کردند و تعداد زیادی هم زخمی هست. امروز بعد از اون اعتراضات مردم بلوچستان در شهر سراوان و همچنین در شهرهای دیگر بلوچستان شروع شد و تا هنوز هم بعضی جاها در تاریکی شب ادامه دارد و جمهوری اسلامی شروع کرد به دستگیری تعداد زیادی، سرکوب مردم و همچنین بستن خیلی از راه و همچنین تعداد زیادی از نیروهای سرکوبگرش را از بقیه شهرهای ایران به بلوچستان سرازیر کرد که جنبش مردم را سرکوب کند. در این چند روزی شهرهای بلوچستان مردم اعتصاب کردند و مغازه‌هاشون را بستند و تعداد زیادی از مردم معترض بودن نسبت به آنچه که روا داشته میشه. سالیان درازی هست که
مردم تحت فشار هستند. جمهوری اسلامی ایران دارای طرح‌های مختلفی در بلوچستان هست، از جمله تقسیم استان و همچنین سرازیر کردن تعداد زیادی از مرکز ایران به سواحل بلوچستان به عنوان تحت تصرف سواحل بلوچستان و همچنین قراردادی که بین چین و ایران امضا شده بخش بزرگی هست که منابع گاز بلوچستان را میخواد به چین واگذار بکنه و تعداد زیادی از اینها را هم به بلوچستان سرازیر کند و این تمام این مجموعه ها باعث نارضایتی مردم شده و مردم معترض هستند نسبت به آنچه که در بلوچستان رخ میدهد. همچنین مسئله بهداشت هست، مسئله آب هست و تمام این مسائل معمولا رو هم انباشته شده، مسئله مدارس هست، مسئله اینترنت هست. هیچ کدوم از این زیرساخت‌ها در بلوچستان ظرف این 42 سالی که از عمر ننگین این نظام می‌گذرد درست نشده و روز به روز وضعیت مردم بدتر می‌شود. مردم به طور کلی ناراض هستند از وضعیتی که حاکم هست در بلوچستان و خواهان تغییر هستند. و ما مطمئن هستیم که تا زمانی که این نظام، این سیستم برقرار هست، هیچ گونه تحولی برای مردم بلوچ و برای مردم بقیه نقاط ایران اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین آنچه که مسلم هست، این نظام باید از بین برود، این سیستم از بین برود، جمهوری اسلامی سرنگون می‌شود. مرگ بر جمهوری اسلامی ایران! مرگ بر جمهوری! علی‌رغم این که حاکمان زانوصفت خود به محروم بودن این مناطق اعتراف می کنند، با این وجود هرگز در جهت فراهم کردن حداقل زندگی مردم این منطقه تلاش نکردند. مبالغه حکومتگران در کنار خوش‌سالی پیاپی و طوفان‌های دائمی شن و گرد و غبار و گسترش مواد مخدر، عقب ماندگی اقتصادی و فرهنگی، مبالاتی حکومت قرآن در کنار خوش‌سالی پیاپی و طوفان‌های دائمی شن و گرد و غبار، گسترش مواد مخدر و عقب ماندگی اقتصادی و فرهنگی و نابودی کشاورزی سبب شد که بخش بزرگی از جمعیت بلوچستان و سیستان راهی مهاجرت به مناطق مختلف ایران شود. همچنین بخش بزرگی نیز به عنوان کارگر مهاجر فصلی بخشی از سال را در کشورهای حاشیه خلیج فارس و پاکستان به کار مشغول می باشد. متاسفانه کین و نفرت مذهبی حکومت اسلامی نیز مشکلی بر مشکلات گذشته مردم بلوچستان افزون نموده است و جبهه نوینی از جنگ و کین و نفرت مذهبی را دامن زده است. جوانان بلوچستان نیز مانند بسیاری از جوانان و مردم کردستان، خوزستان، آذربایجان غربی برای لقمه نان به کوه بری و سوخ بری و بارکشی محکوم شدند. این نفرت ملی و مذهبی و طبقاتی حکومت فاسد آنچنان دامنگیر خلقهای تحت ستم ایران شده است که مزدوران رژیم به همین اندک امکان معیشتی تغییرآمیز نیز رضایت نمیدهند. مزدوران سپاهی و ارتشی و مزدوران محلی بی‌مهابا این جوانان زحمتکش را به رگبار می‌بندند تا نان این جوانان
جانشان تمام شود. باید در مقابل این گرایش فاشیستی دنبسیاری حکومت از مردم محروم و تحت ستم دفاع کرد. اجازه ندهیم که هر روز خانواده محروم و زحمت کش و نانآور خود را از دست بدهد و در غم تنهایی و بی‌تنهایی همراه با فقر و تحقیر و ناامید شود. جامعه که حکومت آن بر بنیاد ستمگری و تبعیض و نابرابری شهروندان بنا شده است، سرنوشت محکومان جز کنوفاشی خفتبار نخواهد بود. زنده باد اتحاد و همبستگی مردم آزاده و زحمت کش و محرومان ایران علیه تبعیض و نابرابری ملی، مذهبی، نژادی، جنسی و طبقاتی. زنده باد آزادی و برابری.